چرا گروهی از سیاستمداران اصولگرا معتقدند یک رئیس جمهوری نظامی در شرایط فعلی برای اداره کشور مناسب تر است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در فضای سیاسی ایران مدت هاست که زمزمه های مبنی بر ضرورت به قدرت رسیدن یک رئیس جمهوری نظامی شنیده می شود. صاحبان این نظر که غالبا از منصوبان به جریان اصولگرایی هستند یا نظامی اند یا سیاستمداران، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس که عمدتا سابقه خدمت در سپاه را در کارنامه خود دارند. در این برنامه می پرسیم چون این ایده ای را چقدر باید جدی گرفت؟ در چند انتخابات گذشته دو چهره نظامی شاخص یعنی محسن رضایی و محمد باقر قالیباف هر کدام سه بار بخت خود را برای ریاست جمهوری آزمودند و نتوانستند از اقبال اکثریت رای دهندگان برخوردار شوند. آیا تجربه ناکامی این دو را می توان به معنای ناممکن بودن ریاست جمهوری نظامیان در ایران دانست و واکنش ساختار سیاسی و رأس هرم قدرت به چنین ایده ای چه خواهد بود؟ این پرسش ها را در میان خواهیم گذاشت با مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه که از تورنتو با ماست، همینطور سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از نیویورک با ما خواهد بود، از برلین ملیحه محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی ما را همراهی خواهد کرد و همینطور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. بسیار بسیار خوش آمد میگویم به هر چهار مهمان برنامه. آقای خلجی، چون این ایده ای رو چقدر باید جدی گرفت، احتمال ریاست جمهوری یک نظامی در ایران؟ به نظر من جمهوری اسلامی یک نظام، یک رژیم امنیتی پلیسی است و طبیعتاً درش ناممکن نیست به قدرت رسیدن یک آدمی که سابقه نظامی داشته باشه. همین رئیس جمهوری که الان بر سر قدرت هست سابقه امنیتی داره و بسیاری از کسانی که با او کار میکنند در حقیقت از دستگاه های امنیتی و نظامی کشور میان، علاوه بر اینکه به قدر زیادی قدرت رو سپاه به خصوص در دست داره و هر رئیس جمهوری بر سر کار باشه میتونه تا اندازه زیادی اون رو کنترل بکنه. چندان نامحتمل نیست که یک رئیس جمهوری که سابقه خیلی آشکارتر و پررنگتر نظامی داشته باشه به قدرت برسه. اما مسئله اصلی در ایران رئیس جمهور نیست، مسئله اصلی رهبر جمهوری اسلامی است و مسئله بحران جانشینی است و اینکه بعد از آقای خامنه ای چه خواهد شد. اگر آقای خامنه ای صحنه رو ترک بکنه به هر نحوی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در محتملترین سناریو به سمت نظامی تر شدن پیش خواهد رفت. آقای قاسمی نژاد، من فکر میکنم که در واقع احتمالش وجود داره. شما اگر که دو دولت گذشته نگاه بکنید، دولت آقای احمدی نژاد سابقه وزرا رو که نگاه بکنید در واقع سپاهی ترین و نظامی ترین دولت بوده. دولت آقای روحانی دولت وزارت اطلاعات هست. یعنی اگر شما نگاه بکنید سابقه اکثر این وزرا به سابقه امنیتی میرسه و این احتمال که در واقع بخش های از سپاه مایل باشن که این بار خودشون بیان و دولت رو در دست بگیرن ممکن هست. دو دلیل مهم به نظرم، یکی این که به هر حال دولت همچنان پول نفت زیر دست دولت هستش، علیرغم اینکه سپاه در واقع نقش مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرده، بسیار فرق داره که آقای زنگنه از این نفت باشه یا آقای رستم قاسمی. آقای زنگنه در واقع سعی میکنه به اون کسانی که نزدیک به خودش هست منابع رو برسونه، آقای قاسمی به کسانی نزدیک به خودش. نکته دیگه این هستش که اگر در واقع همون فکر خلجی فرمودن، اگر فرض کنیم که آقای خامنه ای فوت بکنه، درست هستش که در واقع ریاست جمهوری اونقدر نقش مهمی در بحث تعیین جانشین نخواهد داشت. اما اگر که سپاه در واقع در اینجا دولت رو در دست داشته باشه، مدیریت کردن اون فرایند ساده تر هستش. خانم محمدی. بله، من اولا بر اساس صحبت‌های سخنرانان قبلی بگم که اگر مصداق چنین پرسش و احتمالی امثال آقای روحانی و احمدی نژاد بودن، طرح این موضوع موردی نداشت. پس منظور
واقعا یک دولت نظامی هست. اما در این مورد هم من فکر میکنم که دو تا مانع وجود داره، یعنی دو تا منظر وجود داره که از اون زاویه وقتی نگاه میکنیم این قضیه رو غیر محتمل میکنه. یکی اینکه ساختار حکومت در ایران نه فقط به لحاظ سیاسی بلکه به لحاظ نظامی هم بر دو پایه قرار داره. در کشوری که موازات هم ارتش و سپاه هر دو نیروی مسلح و هر دو میدونیم با تفاوت‌هایی و اختلافات مشخصی وجود دارن، کی علیه کی و با چه میزان ریسک میخواد دست به کاری بزنه. دوم این که ما بیشتر باید محتمل بدونیم پس سپاه میخواد چنین کاری بکنه. سپاه در رابطه تنگاتنگ با رهبری قرار داره. رهبری نشون داده که در شرایط دشوار، به ویژه در شرایط دشوار، هیچگاه تغییرات و تحولات سخت رو نمیذاره که پیش بیاد. الان شرایط دشواری هست، نه رهبری خواهان چنین مسئله هست، نه ساختار حکومت به لحاظ نظامی اجازه چنین کنشی رو میده. منتفی میدونید شما چون این احتمالی رو. آقای مهدوی آزاد، ببینید از نظر تئوریک شرایط کشور خیلی شبیه اواخر قاجاره. درست شیخ خزعل نداریم، اشرار هنوز میداندار نیستند، اما حکومت مطلقا ناکارآمده، برای هیچ در واقع مشکلی انگار جوابی وجود نداره. تو این شرایط در واقع دور قبلی در زمان قاجار این شرایط منجر به پدیده مثل سردار سپه شد. تو این شرایط دو تا راه استاندارد وجود داره، یکی رجوع به خرد جمعی یا دموکراسی که این با فونداسیون و اساس تئوری ولایت فقیه در تضاد. بنابراین راه دومی که منطقا به ذهن اصولگرایان حاکم میرسه این هستش که یک نفر بیاد، یک دیکتاتور مسلح، رویای دیکتاتور مسلح، به ضرب شمشیر همه چیز رو درست بکنه و کشور رو نجات بده و حکومت رو نجات بده. و اتفاقا در مفاهیم معنوی اصولگرایان تندرو هم چنین گفتمانی وجود داره، تفکر مهدویت، این که حضرت مهدی قرار هست بیاد در دنیای بی‌عدالتی و غیره با یه شمشیر، با ضرب شمشیر همه چیز رو عدل و داد بکنه و درست بکنه. بنابراین منطقا از نظر تئوریک به نظرم راهی جز این برای جمهوری اسلامی نمانده. بگذاریم از اینکه یک پروژه 20 ساله هم هست. محسن رضایی و آقای قالیباف رو گفتید، ظاهرا هدف اینها فعلا سردار قاسم سلیمانی است. آقای خلجی، اگر اونطور که شما اشاره کردید حکومت همین الان هم به هر حال نظامیان سهم زیادی از قدرت رو در اختیار دارن، البته راجع به میزانش در بخش دوم برنامه صحبت می‌کنیم، ولی در اون صورت چه ضرورتی داره که رئیس جمهور نظامی بیاد اگر واقعا بخش عمده‌ای از قدرت همین الان هم دست نظامیان هست؟ به هر حال این رو در نظر داشته باشید که در جمهوری اسلامی به رغم اینکه یک رژیم امنیتی پلیسی است، هیچ کس اقتدار مطلق نداره و طبیعتاً هر کس که دست بالا رو داره دوست داره که بیشتر دست بالا داشته باشه. همین چند وقت پیش بود که آقای حداد عادل، فکر کنم هفته گذشته بود، که گفت که ما باید بکوشیم که ولی فقیه بستیت بیشتری پیدا بکنه. یعنی در شرایط کنونی که به هر حال آقای خامنه‌ای به نظر میاد بیش از دیگران قدرت داره، دنبال این هست که این قدرتش رو افزونتر بکنه. سپاه درست هست که در حقیقت نیرومندترین کانون قدرت در جمهوری اسلامی است، ولی به دلیل ذات توتالیتر جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اولا قدرت بیشتری پیدا بکنه، و به دلیلی که جمهوری اسلامی یک نظام چون توتالیتر هست ضرورتا امپریالیست هم هست. همونطور که آقای خامنه‌ای دیروز گفت، حضور بیشتری میخواد در منطقه پیدا بکنه و حضور بیشتر ایران در منطقه به دست سپاه انجام میشه. بنابراین جنبه توتالیتر بودن و جنبه امپریالیست بودن جمهوری اسلامی اقتضا میکنه که سپاه دامنه قدرتش رو بیش از گذشته بگسته. آقای قاسمی نژاد، در سالهای گذشته سرمایه گذاری زیادی به نظر میاد به لحاظ روابط عمومی یا ارائه چهره‌ای تازه به جامعه سیاسی ایران در مورد سردار قاسم سلیمانی انجام شد، و چه بسا بخشی از همین صحبتهایی که الان داره میشه ناظر بر همون هست. فکر میکنید که آیا فضا اندکی دچار تغییر نشده الان؟ یعنی اون نگاهی که مثلا به عملیات نظام ایران در سوریه بود یک سال و نیم پیش، الان یه مقدار در جامعه دچار به نظر میاد تغییر شده، و در این صورت چرا باید مجدداً همون پروژه، اگر پروژه‌ای در کار بود، الان بخواد ادامه پیدا بکنه؟ البته اگر در واقع نظرسنجی های دانشگاه مریلند رو بپذیریم که نخیر، خیلی مردم بیشتر هم طرف داره دخالت نظامی در سوریه و لبنان اینا شدن، ولی من موافقم، به نظر میاد که فضا تغییر کرده. من در واقع این دلایل اینکه چرا سپاه ممکن است بخواد این کار رو بکنه رو گفتم. دلیل اینکه یک دلیل دیگه این هستش که ببین اصولگراها فردی رو که در واقع
بتونه رقابت بکنه ندارن. همونطور که شما گفتین، تنها کسی که الان به نظر میرسه که وجود داره یکی همین آقای سلیمانی هست و چهره دیگه که ممکنه باشه آقای فتاح هستش. اما یک سری دلایلی وجود داره برای اینکه چرا اینها این کار رو نکنن. یکی این هستش که ببینید، هر کس که بیاد رئیس جمهور بشه ما شاهد بودیم که با رهبر دچار مشکل میشه. حالا اگر شما در واقع رئیس جمهور رو یک چهره سپاهی بگذارید، یک چهره برجسته سپاهی بگذارید، اون در واقع اون تنشی که ممکنه به وجود بیاد اون رو باید در نظر گرفت. نکته دوم هم این هستش که الان در حال سپاه علارغم این که امکانات بسیار زیادی رو در اختیار داره و سیاست خارجی کشور در منطقه تعیین میکنه، بخش زیادی از بودجه کشور در اختیارش هستش، اما اینها پاسخگو نیستن. و اگر این سپاه بیا دولت رو مستقیم در دست بگیره، اون وقت باید پاسخگوی خورد و خوراک و معاش مردم باشه. و اون به نظر من این دو تا دلایلی هستن که ممکن هستش که سپاه نخواد که یک چهره مثل سردار سلیمانی رو بیاره و ممکن است که در واقع بیشتر مایل باشه که به همون طریقی که با آقای احمدی نژاد کار کردن، یعنی یک چهره ای که مستقیما سپاه نیست ولی حالا سابقه داره رو بیارن. خانم محمدی، شما ماجرا رو بالکل منتفی میدونید، ولی یه نکته ای رو الان آقای قاسمی نژاد اشاره کردین که به طور تاریخی همواره رؤسای جمهوری دوچار نوعی که نه، در واقع یه اختلاف همه جانبه همیشه با رهبری شدن، در دست کم در دوره دوم ریاست جمهوری خودشون. آیا ممکنه یک نظامی، اومدن یک نظامی این مشکل رو بتونه حل بکنه با توجه به اینکه نظامی ها به هر حال در سلسله مراتب فرماندهی به طور کامل تحت نظر یا زیر اطاعت آیت الله خامنه ای هستند؟ آقای پرپنچی، این اختلاف به مراتبی گاهی گداری به درجاتی وجود داشته، اما هرگز مشکل مملکت، بحرانهایی که وجود داره، ربطی به اختلاف بین این دو مقام نداره. مجموعه مشکلاتی هم که الان هست شما نگاه میکنین، چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی، بر نمیگرده به اختلاف بین آقای روحانی و خامنه‌ای. و هر وقت هم که شرایط سخت‌تر میشه این اختلافات کمرنگتر میشه و توافق بیشتر و بعضی وقتا کاملی به وجود میاد. به نظر من این دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی بخواد که چنین کاری رو بکنه که مسائل خودش رو حل بکنه، چون مسائلش از این طریق حل نمیشن. دومم این که چنین چشماندازی واقعا وجود نداره، مگر اینکه ما تصور کنیم یا نیرویی در جامعه باشه که تصور بکنه که چنین مسئله خوبه، اگر اتفاق بیفته این وجه از مثلا مشکل اصولگراها حل میشه. اون جریان و اون نگاه در کشور غالب نیست. در کشور همونطور که گفتم باید زمینه مادی روی کار اومدن این قضیه وجود نداره. به دوران رضا شاه هم طبق گفته آقای مهدویاز نمیتونیم اتکا کنیم. اتفاقا این کودتاها و اینا در زمانی به وجود میاد که همونطور که خودشون اشاره کردن سامانه سیاسی کشور از هم گسیخته است. ملوک و طوایفی بود، هر نیروی از یه جا سربلند کرده بود. در مملکتی که دو تا نیروی مسلح با انسجام وجود دارند، کی، کدوم رضاخان و کدوم میرپنجی میخواد علیه کی وارد قضیه بشه؟ به نظر من جمهوری اسلامی با همین اهرم‌هایی که الان داره سعی میکنه، در واقعیت هم ممکنه بتونه اگر بخواد مشکلات رو حل بکنه، و در عالم حالا ذهنیت خودش هم سعی میکنه با همین مسائل و موادی که وجود داره مشکلات رو حل بکنه. آقای مهدوی آزاد، نکته ای که خانم محمدی اشاره میکنن، نظام سیاسی که با ثبات مقتدری که نیروی نظامی رو هم داره برای اداره کشور و انسجام هم داره، چرا باید اون سناریویی که شما گفتید رو بشه درش محتمل دونست؟ ببینید، البته کسی صحبت از کودتا نمیکنه. بحث کودتا یه بحث رسانه ایست، به نظر من بیشتر واسه تحریک یه سری از مردم است. نه، شرایط کودتا نیست، مطلقاً چنین بحثی مطرح نیست. آنچه که در ظاهر گفته میشه با آنچه که پشت پرده گفته میشه متفاوته. حمید رضا بقایی قبل از اینکه زندان بره افشا کرد که سال 1970 موقعی که آقای آیت الله محسنی اژه‌ای، همین آدم تندروی قوه قضاییه که مدافع نظام، نماینده دادستانی تهران در وزارت اطلاعات بوده، به او گفته که نظام در حال
فروپاشی است و نظام سقوط خواهد کرد، مواظب باشه چیزی ننویسه که بعداً واسه ما مشکل ساز میشه. ببین این ارزیابی پشت پرده است. واقعیت این هستش که حالا صرف نظر از مباحث و تبلیغاتی، کشور با یک بحران فراگیر مواجهه، بحران ناکارآمدی. این رو اصولگرایان، آیت الله خامنه ای، همه فرماندهان سپاه، نمایندگان مجلس میفهمن. اصلا بحث سیاسیش اینکه دو تا روزنامه‌نگار رو میگیرن، اینا رو بذارید کنار، از ساده‌ترین مسائل مثل بحران آب، اینکه یه منطقه رو از کازرون جدا بکنن، تا زیربنایی ترین مسائل بلافاصله امنیتی میشه، یه تعداد کشته میشن و نهایتاً راه حلی هم پیدا نمیشه. بنابراین اصولگرایان به واقع نگران مسئله ناکارآمدی و احتمال فروپاشی حکومت هستند. تو این زاویه از این نگاه پیدا شدن یک دیکتاتور مسلح، یک فرمانده قلچماق بزن بهادر سپاه پاسداران که به زور شمشیر، هم دیدگاه مهدویت یا نوعی، بتونه اتحاد ایجاد کنه، اجماع ایجاد کنه، همه رو پشت سر آیت الله خامنه ای به خط بکنه، با فساد برخورد کنه، فسادی که همه میدونن پشت پرده چقدره، و ناکارآمدی رو در واقع برطرف بکنه، یه ایده بسیار شیرین نیست. بنابراین منطقا به اون سمت خواهد رفت. هم آقای قاسمی نژاد گفت، هم آقای خلجی، و به درستی هم گفتن، مسئله نهایی و خیلی کلیدی هم مسئله بودجه است. اسفند ماه یادم نره که آقای در واقع نماینده تندروی مشهد یکی از سندهای فوق سری حکومت رو منتشر کرد، مبنی بر اینکه آقای روحانی با دادن بودجه بیشتر با سپاه مخالفه. واقعیت این هستش که سپاه بودجه بیشتری میخواد و پول دست دولت هست. آقای خلجی، مختصات سیاسی که به هر حال متوجه ایران هست از خارج دچار تغییر هست. سیاست آمریکا در قبال ایران بالکل متحول شده، زیر و رو شده به یک معنا، و به هر حال در داخل ترجمه به تهدید میشه، در جاهای تهدید وجودی. چون این شرایطی یعنی چه بازی ممکنه بکنه در این معادله و این رو چگونه تغییر بده؟ یا کمک میکنه به این ایده یک رئیس جمهوری نظامی؟ طبیعتاً به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در بنبست قرار داره، جمهوری اسلامی نمیتونه نه تبدیل به کره شمالی شد، یعنی نه به قدرت نظامی هسته‌ای دست پیدا کرد و نه توانست با غرب به مصالحه‌ای برسه، و الان نمیتونه به راحتی به برنامه نظامی هسته‌ایش برگرده و از راه تهدید نظامی در حقیقت مقاصد خودش رو پیش ببره، و نمیتونه که به راحتی با آمریکا معامله ای انجام بده. بنابراین جمهوری اسلامی در بنبست قرار داره، و برخلاف اونچه که خانم محمدی گفتن، آقای خامنه ای تصمیم های سرنوشت سازی گرفت که الان ما در حالت بنبست به سر میبریم در ایران. در زمینه به اصطلاح از زمینه اجتماعی هم خیلی شرایط به نحوی هست که برآمدن یک دیکتاتور مسلح رو توجیه میکنه. یکی این که مردم ایران، همونطور که در اعتراضات زمستان گذشته دیدیم، یه بخش عمده ایشون الان نه امیدی به اصلاح طلبان دارن، نه امیدی به اصولگرایان دارن، و مخصوصا اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی بسیار سست و لرزانی دارن، و به نظر میرسه در شرایطی که جناح‌های سیاسی قدرت نمایندگی اجتماعی رو ندارند، بنابراین جامعه میره طبیعتاً به سمت اینکه خب یک شخصی بیاد که مقتدر باشه و سامانی بده به جامعه، و جامعه رو، دولت رو، از این وضعیت بنبست بیرون بیاره. و یک نکته دیگر هم این هست، درست به دلیل بی‌اعتبار شدن اصلاح طلبان، به نظر میرسه در انتخابات ریاست جمهوری آینده ما با مشارکت سیاسی کمتری مواجه باشیم، و مشارکت سیاسی کمتر در ایران همیشه احتمال برنده شدن یا روی کار آمدن فرد تندرو و نظامی تر رو افزایش میده. به هر حال ما داریم به سمت چه رئیس جمهور نظامی سر کار بیاد، چه رئیس جمهور نظامی سر کار نیاد، ما داریم به سمت یک رژیم نظامی تر داریم پیش میریم. آقای قاسمی نژاد، ظرفیت پذیرش چنین چیزی در جامعه رو چقدر شما میبینید واقعا اینکه جامعه بتونه به پذیره؟ جناب خلجی یه اشاراتی کردن، ولی نظر شما چه هست؟ من با آقای خلجی موافقم. من فکر میکنم که در واقع ما در شرایطی هستیم که اصلاح طلب ها در واقع بخشی مهمی از پایگاه اجتماعیشون رو به نظر میاد که از دست دادن یا در حال از دست دادن هستند، و در واقع این شرایط رو برای اصولگراها میتونه فراهم بکنه برای اینکه برگردن. همونطور که گفتم، مشکل اصولگراها در واقع این هستش که اینها واقعا هیچ چهره که بتونه رأی بیاره، حتی در شرایطی که اصلاح طلب ها هم دچار مشکل باشن، این چهره رو ندارن. یعنی یکی همین آقای سلیمانی هست
چهره دیگه در واقع مثل آقای فتاح هستش. منطقه اصولگره ها در دو انتخابات گذشته با آقای جلیلی و آقای رئیسی نشون دادن که یک مقدار خیلی به نظر میاد که بیشتر تکیهشون بر این هستش که بتونن رأی سازمانیشون رو بسیج بکنن. باید دید که در انتخابات بعدی چه میکنن. من یه نکته راجع به در واقع این که شرایط بین‌المللی بگم. ببینید آوردن یک چهره نظامی یا یک چهره با نزد خیلی نزدیکی به سپاه یک سری سود و زیان داره برای جمهوری اسلامی. سودش این هستش که به هر حال دولت رو کاملا، حکومت رو کاملا یک دست میکنه. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بسیار نگران هستند که در واقع دولت آقای روحانی توسط نهادهای امنیتی خارجی اینفیلتریت شده. به نظر میاد تا یک حدی درست درش، اما از اون ور در شرایط بین‌المللی یعنی بسیاری از این گروه‌هایی که در همین امریکا و اروپا حامی جمهوری اسلامی هستند، برای اونها یک مقدار سخت خواهد شده اگر که در واقع چهره بسیار تندروی وابسته به سپاه بخواد رئیس جمهور بشه. این سود و زیان رو جمهوری اسلامی قطعاً مقامات ارشدش در نظر خواهند گرفت. خانم محمدی، من البته منظور آقای قاسمی جان متوجه نشدم، بالاخره چطور این امکان وجود داره یا نداره که جمهوری اسلامی بر چه اساسی تصمیم میگیره یا نمیگیره؟ آیا تصمیمی که صحبت از روی کار آمدن یک نیروی نظامی، حالا چه با کودتا چه نمیدونم از طریق غیر کودتا، چگونه ممکن هست، در کجا گرفته میشه؟ این که آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی در کجا میبینه که نفوذش پیش نمیره؟ اگر آقای خامنه‌ای دنبال اقتدار خودش هست، خب ما میبینیم که اون اقتدار موجود هست در بخش اصولگراها، به تمامی موجود هست در بخش دولت هم که دولت اعتدالگراست، مزاحم کار آقای خامنه‌ای نیست. میمونه شرایط بحرانی کشور که همه از خارج و داخل به اون چشم دارن. در چنین شرایطی برخلاف ادعای آقای خرجی که در تکذیب صحبت من گفتن، هیچگاه ما شاهد عملیات تند ناگهانی و به اصطلاح جراحی نبودیم در شرایط سیاسی ایران از جانب آقای خامنه‌ای. شما در شرایط فعلی به این نگاه کنید که آقای خامنه‌ای هم در مسئله برجام که نظر خودش بود، هم همین الان که برجام دچار بحران شده، در لحظات سرنوشت‌ساز هیچ چیزی نمیگه که مطلق باشه که آری یا نه، برای اینکه این قدرت رو داره. اگر برجام شکست خورد کاملا بگه من تاییدش نکردم، و اگر موفق شد بگه من پشتیبان تیم بودم. این بنابراین شرایط اصلا آماده نیست برای اینکه یه اتفاق ناگهانی در ساختار حکومت بیفته، و ضرورتش هم برای همین حکومت. متشکرم خانم محمدی. جناب مهدوی آزاد اشاره کردن به احتمال ریزش آراء اصلاح طلبان. طبیعتا مبنای این تحلیل تا حدود زیادی رویدادهای سال گذشته هست، دی ماه 96، ولی به هر حال در همون دوره ما شعارهایی که میشنیدیم ضرورتا ریزش اگر هم اتفاق افتاده باشه اون طرف، به معنای این نبود که به سمت اصولگرایان اقبالی رخ داده، یعنی در واقع هر دو طرف رو، یه نفی هر دو طرف بود، ادامه اون هم تا امروز نفی هر دو طرف بوده. آیا فکر میکنید که این ممکنه به معنای انتخاباتی کم رونق‌تر باشه در آینده و بعد احتمال چنین سناریویی رو افزایش بده؟ ظاهرا کسانی که دنبال ایده ریاست جمهوری یک جنرال مثلا 5 ستاره مثل قاسم سلیمانی هستند، در واقع همین مبناست که مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا خواهد کرد. این که البته این اتفاق بیفته به نظرم پیش بینیش از الان خیلی زوده. سال 1378 مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی منفورترین چهره سیاسی داخل ایران بود. سال 88 شده بود 10 سال بعد شده بود قهرمان ملی. برای پیش بینی خیلی سخت و دشواره. ولی ببینید اتفاقا این زیربنای سپاه پاسداران، سپاه دو بار در واقع دورخیز کرده برای اینکه نهاد ریاست جمهوری رو بگیره. یکی سال 1384 بعد از دولت آقای خاتمی، که مردم از اصلاح طلبان، از آقای خاتمی در اون شرایط ناراحت بودن. اگه یادتون باشه در واقع اصلاح طلبان با ریزش آرا مواجه شده بودن اون زمان، هم آقای حسین رضایی اومد هم آقای قالیباف. تازه آقای لاریجانی را میتونیم حساب کنیم. آقای لاریجانی قائم مقام وزیر سپاه بوده، قائم مقام ستاد کل سپاه بوده. اگر این زاویه رو حساب کنیم دورخیز بزرگشونه. سال 92 بعد از پایان دولت احمدی نژاد و سرخوردگی مردم از احمدی نژاد هم این کارو کردن. ظاهرا این بار همین تصور رو دارن که سال 1400 مردم هم از اصلاح طلبان سرخوردن و هم از اصولگرایان کلاسیک، بنابراین مجبورن به سمت دیکتاتور صالح برند. بسیار خوب، اجازه بدید تمرکز بحث رو یه مقدار
تغییر بدیم در بخش نخست برنامه به زمزمه ها درباره ضرورت ریاست جمهوری نظامیان در ایران پرداختیم. رویایی که همونطور که گفته شد گروهی از سیاستمداران برای آینده ایران و تقسیم قدرت سیاسی در کشور در سر دارند. در بخش دوم درباره قدرت سیاسی و اقتصادی فعلی نظامیان در ایران صحبت می‌کنیم، اینکه نظامیان یا به تعبیر روشن‌تر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی چه سهمی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران دارد و این سهم را چگونه به دست آورده و سود و زیان احتمالی آن برای کشور چیست. آقای خلجی، آنچه که امروز شما در بخش نخست صحبتاتون اشاره کردید به این کمی الان هم سپاه قدرت زیادی داره، اگر بخوایم این روی مقدار تعریف و به اصطلاح تهدید بکنیم، این که چقدر هست، کجاها، به چه نحوی، فکر میکنید که ارزیابی شما در واقع از قدرت سیاسی سپاه چه هست؟ الان من قدرت سپاه پاسداران رو در حقیقت قدرت آقای خامنه ای میبینم، به دلیل اینکه به نظر من آقای خامنه ای بیش از اون که رهبر جمهوری اسلامی باشه، فرمانده کل قوا و به طور خاص فرمانده سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران مهمترین میراثی است که او بعد از مرگ خودش به جای خواهد گذاشت و در نتیجه من فکر نمی کنم که این قدرت رو میشه در یک تشکیلات خاصی محدود کرد. در مورد صحبت خانم محمدی من دو نکته رو بگم. یکی این که آقای خامنه ای در بسیاری موارد تصمیم‌های بسیار رادیکال گرفته، از جمله بعد از یک هفته بعد از انتخابات سال 88 آقای خامنه ای به طور رسمی از آقای احمدی نژاد دفاع کرد و در حقیقت بحران بعد از انتخابات 88 رو مسئولیتش رو به عهده گرفت شخص خودش و در موارد بسیار دیگر. و نکته بعد این هست که آقای خامنه ای درسته که از نظر ما قدرت بیشتری داره، از نظر ما قدرتش خیلی زیاد هست، ولی خودش قدرتی که الان داره رو بهش بسنده نمی کنه و میخواد قدرت بیشتری داشته باشه، حتی از این هم که هست بیشتر. به همین دلیل بارها و بارها در زمینه‌های مختلف نارضایتی خودش رو اعلام می‌کنه که در فلان زمینه به من گوش نکردن. شما در همین قضیه به قول خودشون فتنه 88 کلمه خواص بی بصیرت رو به کار برد، یعنی اون دسته از نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی که به صحبت‌های او گوش نمی‌کنن. بنابراین آقای خامنه‌ای این قصد رو داره و داشته که هر چه بیشتر قدرت خودش رو به ویژه از طریق سپاه در با اجزا و ارکان مختلف جمهوری اسلامی گسترش بده، از جمله در حوزه های علمیه و از جمله در نهادهایی که به نظر می رسن که نهادهای قبل از انقلاب حداقل نهادهای مدنی بودن. یعنی شما در واقع سپاه رو دنباله یا وسیله‌ای برای اعمال قدرت آیت الله خامنه ای می بینید؟ طبیعتاً جناب قاسم دجا، شما چگونه می بینید که سپاه الان از چه قدرتی برخوردار هست؟ ببینید، در واقع سپاه همون مهمترین ابزار قدرت آقای خامنه‌ای هستش. آقای خامنه‌ای در واقع، و این رو باید در چارچوب دو جریان دید، یکی اختلاف بین اون اشرافیت انقلابی یعنی روحانیونی که انقلاب کردن با کسانی که رفتن جنگ و اون نفت هستن، و اختلاف خود آقای خامنه‌ای به عنوان یک عضو حاشیه‌ای از این اشرافیت انقلابی در دهه اول انقلاب. وقتی آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، در واقع این آقای خامنه‌ای و این طیف جوانان انقلابی که در جنگ بودن، در سپاه بودن، اینها با هم در واقع در یک برنامه بسیار دراز مدت، یعنی صحبت یک روز دو روز نیستش، اینها به سمت قبضه کردن کامل قدرت رفتن. الان اگر شما نگاه بکنید، سپاه در اقتصاد یک چیزی بین 25-30% اقتصاد کشور دست نهادهای وابسته به خود سپاه هست. یک بخش مهمی رو خود آقای خامنه ای نهادهای وابسته به ایشون دادن، تخمین زده میشه نزدیک به 200 میلیارد دلار فقط در واقع سرمایه است بنیاد هستش. در سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای کاملا در دست اینها هست. آقای ظریف و دولت در واقع به یک نوعی فقط ویترین هستند و ما شاهد هستیم که در بحث سیاست‌های اجتماعی هم سپاه بسیار وارد شده، رسانه‌های بسیار زیادی دارن، فیلم میسازن، نمیدونم کتاب منتشر میکنن و اینها در واقع به گمان من تا حد زیادی قدرت رو قبضه کردن. یک مشکلی که وجود داره همونطور که من گفتم این بحث قوه مجریه هستش. دلیلش هم فقط این هستش که در واقع این پول نفت مستقیم میره اونجا و دو ایده تا حالا مطرح شده.
یکی این استش که این رو کلدن تبدیل به پارلمانی بکنن و نخست وزیر باشه یک آدم ضعیف اونجا بتونن بذارن اکثریت بسیار شکننده برای اینکه کامل کنترل بشه. یکی دیگه این استش که در واقع بیان قوه مجریه رو در دست بگیرن و من فکر میکنم که ظرف سه دهه اخیر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در واقع بخش مهمی از قدرت رو کاملا قبضه کردن. خانم محمدی، قدرت سپاه، قدرت سپاه رو منشأ شما اشاره کردین که از کجا میدونین که بعد از یه جنگ 8 ساله یک سیستم وسیعی با در تمام به اصطلاح با تمام امکانات در وجوه مختلف بیکار میشه. معمولا در تمام کشورها اینطور است که این نیرو به سمت باید جذب کنه، حکومت سعی میکنه اینها رو جذب بکنه و از اینجاست که بعضی وقتا ما میبینیم حتی در امریکا در کشورهای مختلف که رئیس جمهورها جنرالهای قدیمی هستن. اما در ایران مسئله به این بسنده نشد. در مورد اینکه جنرال رئیس جمهور هم بشه طبیعتا به معنای این نیست که دولت نظامی میشه. آیزنهاور جنرال 5 ستاره بود ولی کارها و امکانات و مسائلی در صلح کرد که خب قبل از اون سابقه نداشت. اما در ایران چنین امکانی نیست، ما نداریم چنین چهره ای رو. یک این رو اول بگم که وقتی که سپاه برگشت و به کار گمارده شد در حوزه های اقتصادی، در این حوزه به لحاظ شرایط بعد از جنگ، کمبود پول و ضعف بخش خصوصی، تونست که این اقتصاد رو مصادره کنه. اقتصاد ایران به خاطر تسلط رویه سپاه بر اون که عاملش مسائل قبل از بعد از جنگ بود، در واقع نتونست هیچ رشد موزون یا توسعه موزونی بکنه. اینطور شد که سپاه تبدیل به یک در واقع اختاپوس شد در اقتصاد ایران. این روند ادامه داشته، در حال حاضر تضعیف به اون معنا نشده. البته شما میدونین که 5 تا پروژه رو آقای روحانی از سپاه گرفت و دوباره که از طریق ترک مناقصه گذاشته گرفته بودن و دوباره به مناقصه گذاشت. خانم محمدی، یکی دو جمله لطفاً محبت کنید. این رو شما این رشد بیرویه به تعبیر شما که اشاره کرد، این مثبت هست برای اقتصاد ایران یا منفی؟ مسلم که مثبت نبوده، هیچ، بسیار زیانبار بوده. اما من به روندی نگاه می که سپاهی رو که مشروعیت داشت و قهرمان و همه چیز در جامعه بدنی اجتماعیش تضعیف شده، در سیاست دائم مورد مؤاخذه است، در آینده من چاره‌ای نمی‌بینم جز اینکه از سپاه بیشتر خلعیت بشه، بیشتر و بیشتر، چون من بدنی اجتماعی رو در ایران خیلی آگاه و فعال می‌بینم و جامعه ایران رو پویا. آقای مهدوی، شما چگونه میبینید؟ به هر حال حداقل آنچه که خود سپاه مدعی هست یا رهبر ایران بارها گفته، خیلی وقتا پروژه هایی که روی زمین مانده، من دارم نقل قول میکنم، این رو سپاه هست که آمده و در اختیار گرفته و جلو برده. در مجموع فکر میکنید که این حضور سپاه به لحاظ حالا سیاسی اقتصادی سهمی که داره چقدر تونسته به نفع ایران باشه یا به ضرر؟ ببینید، سپاه پاسداران نه تنها بزرگترین مدافع نظم موجوده، نظمی که رهبر جمهوری اسلامی بنا نهاده، بلکه اساساً تمام این نظمه. یعنی شما یک لحظه چشمانتون رو ببندید، تصور کنید که سپاه پاسداران نیست، منحل شده، از بین رفته. از لحظه‌ای که سپاه پاسداران نباشه، تمام آن چیزی که به نام سیاست خارجی جمهوری اسلامی میشناسیم نابود میشه. سیاست در خاورمیانه، گروه‌های مسلح، سیاست صدور انقلاب، در یک لحظه از بین میره. اگر سپاه نباشه، بخش بزرگی از سختگیری‌های اجتماعی که توسط بسیج انجام میشه، از امر معروف گرفته تا مبارزه با ماهواره تا غیره، از بین میره. اگر سپاه نباشه در حوزه سیاست داخلی، بخش بزرگی از اون چیزی که اعمال قدرت شخص آقای خامنه‌ای در واقع پیش بردن سیاست‌های تک جانبه و تمامیت خواهانه رهبری هست، از بین میره. در حوزه اقتصاد هم چنین خواهد بود. بنابراین واقعیت این هستش که سپاه عملاً ابزار و تمام نظمی است که رهبری جمهوری اسلامی بنا نهاده، و من در یک کلام به سادگی میتونم بگم که سر تا پاش علیه منافع ملی و کشور
کشور بوده، به یک دلیل خیلی ساده، به این خاطر که فقط و فقط منافع یک نفر رو در مقابل اون 80 میلیون نفر دیگه پیگیری میکنه. آقای خلجی، در ادامه ماجرا شما چگونه می‌بینید که این تومار به اصطلاح به چه شکلی باز خواهد شد؟ به هر حال الان مثلا 10 سال پیش میزانی که امروز سپاه تحت نظر هست یا کانون توجه هست از سمت افکار عمومی اینطور نبوده، الان خب حساسیت روش زیاد هست، فکر میکنید که به چه سمتی بره سپاه؟ جمهوری اسلامی، من تأکید میکنم که یک رژیم امنیتی نظامی و پلیسی است، یک نظام توتالیتر هست، تمامیت خواه هست و هیچ فرقی نمیکنه که رئیس جمهور یک جنرال سپاه باشه یا یک عمامه به سر باشه. در سرشت جمهوری اسلامی هیچ تغییری به وجود نمیاره. هرچه بحرانهای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، این نظام به سمت امنیتی تر شدن و نظامی تر شدن پیش خواهد رفت. در مورد پایگاه اجتماعی، ببینید الان سپاه درسته که خب خیلی ناراحتن از اینکه، خیلی از مردم ممکنه ناراحت باشن از دخالت سپاه در اقتصاد، ولی سپاه تا الان موفقیت‌های بسیاری هم داشته در جلب افکار عمومی. شما نگاه بکنید، یک سریال می‌سازه سپاه به نام سریال پایتخت و این سریال پایتخت تبدیل میشه به محبوب‌ترین سریال تلویزیون در زمان پخش خودش. بنابراین ابزارهایی داره برای اینکه جامعه رو از طریق به اصطلاح تبلیغات، دستگاه‌های تبلیغاتی یا دستگاه‌های سرکوب کنترل بکنه. و فراموش نکنید که جمهوری اسلامی برقرار خواهد بود تا زمانی که سازوکارهای سرکوب مؤثرند. جمهوری اسلامی بر با سازوکارهای سرکوب و خشونت هست که وجود داره و تا زمانی که این سازوکارها وجود مؤثرند، تاثیرگذار هستند، اصلا اهمیت نداره پایگاه اجتماعی، اصلا نارضایتی های اجتماعی اهمیت نداره. شورش های پراکنده که اتفاق افتاد یا ممکنه در آینده اتفاق بیفته به هیچ کجا نخواهند رسید تا زمانی که ابزارها، سازوکارها و مکانیزم های سرکوب تاثیرگذارن و میتونن جامعه رو مرعوب کنن و کنترل کنن. تا اطلاع ثانوی سپاه چون این قدرتی رو داره، یعنی توان سرکوب رو داره، و تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی به سمت نظامی تر شدن پیش خواهد رفت، به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی نه اصلاحات ممکن هست و نه در حقیقت نیروهای سیاسی غیر از سپاه قدرتی دارن که جا رو بر سپاه تنگ تر کنه. آقای قاسمی نژاد، چشمنداز به سمتی میره که در واقع مقصود یا مراد سپاه هست از ایده خلجی؟ من موافقم، یعنی همونطور که آقای خلجی گفتن، ببینید این وقتی که سپاه یک چیزی حدود 25-30% اقتصاد رو در دست خودش داره، این در واقع معنیش این هستش که یک بخش مهمی از مردم برای معیشتشون کارفرماشون سپاه پاسداران هستش. شما اگر نگاه هم بکنید، چرا آقای فتاح رو در واقع کمیته امداد گذاشتن؟ کمیته امداد یک جایی هستش که چند میلیون نفر رو در واقع اونجا حمایت میکنه. آقای فتاح یک چهره برجسته امنیتی سپاهی هستش، ایشون اطلاعات سپاه بوده برای سالها و سپاه از این نظر یک در واقع بدنه‌ای برای خودش درست کرده که این بدنه حتی اگر که علاقمند به سپاه نباشه، اما معیشتش وابسته به اونها هستش. در بحث سیاست خارجی اینها کاملا قبضه کردن. شما شاهد یک امپراتوری شیعی در منطقه هستید، یعنی سپاه برای سرکوب الان فقط وابسته به نیروهای ایرانی نیستش. شما فاطمیون افغان رو دارید، شما در واقع نیروهای پاکستانی رو دارید، نیروهای شیعه عراقی رو دارید، نیروهای شیعه یمنی رو دارید، نیروهای شیعه لبنانی رو دارید. و از این نظر من فکر میکنم که در واقع اگر شرایط به همین صورت باشه و ما شاهد در واقع یک فشار مهم بین‌المللی بر سپاه پاسداران نباشیم، من گمان نمی کنم که جامعه ایران خودش به تنهایی بتونه. اگر ما شاهد یک فشار مهم اقتصادی، یعنی تحریم شدید اقتصادی اینها و برخورد با اینها در منطقه، یعنی برخورد با سپاه در سوریه، برخورد با سپاه در یمن، برخورد با سپاه در لبنان نباشیم، من شرایط رو طوری نمی‌بینم که در واقع بشه این قبضه قدرت رو از دست سپاه در آورد. یعنی شما سپاه رو از منظر اهدافی که سپاه برای خودش تعیین کرده موفق ارزیابی میکنید؟ خانم محمدی، مسلما این موفقیت رو به استحاله است
اینکه سپاه این حرف شما درسته که گاهی یه چیزی روی زمین بوده سپاه برداشته، اون مربوط بود به همون شرایطی که بخش خصوصی ضعیف بود، اما سپاه در واقع اومده و با این سلطه‌ای که بر اقتصاد گذاشته رقبای امروز در جامعه ایران برای خودش داره که این رقبا به علت وابستگی سپاه به رأس حکومت دستشون کمتر به جایی بند هست. همه این شرایط، اینکه این اشکالاتی که وجود داره در مورد سپاه، قبضه قدرت اقتصادی، شکایات رقبا، شکایات سیاسی دولت، همه اینها روندهایی که در قدرت گرفتن شما پیدا نمیشه. اینا نشانه های پایین اومدن و نشانه های نوعی از دست دادنه. وقتی این نشانه ها به وجود اومده، وقتی نه تنها در بدن جامعه بلکه در اطراف حکومت اعتراض میشه به این روش هایی که سپاه داره، سپاه مجبور هست و حکومت ناگزیر هست که سپاه رو جمع و جور کنه از دست و پای اقتصاد. در سیاست هم سیاست خارجی رو سپاه تصمیم میگیره. به نظر من حرف بسیار بی‌پایه‌ایه. سیاست خارجی توسط اصولگراها در بیت رهبری گرفته میشه، تصمیماتی که به سیاست خارجی مربوطه. دولتی که وجود داره به موازات نزدیکی که با بیت داره میتونه در این سیاست ها تعدیل بکنه. این که ما فکر کنیم سپاه که نباشه سیاست خارجی ایران کلهم تغییر میکنه، یعنی دولت ایران دست سپاهه. بنابراین این پیش بینی ها که ممکنه دولت نظامی بیاد، ممکنه سپاه سر کار بیاد، اینا معنی خودش رو از دست میده. ما سیاه و سفید نمیتونیم ببینیم. در ایران قدرت های گوناگونی هستن که به کانال اصلی ساختار قدرت یعنی بیت رهبری وصل. همه اینها نقش دارن و اینها رو با ایران ثابت کرده که فشار خارجی، دخالت نیروی خارجی رو هر کس و نیروی در ایران، اون رو به مظلوم، چهره مظلوم بهش میده و مردم رو اتفاقا در اطراف اون مستقر میکنه. این امید که امریکا فشار بیاره به سپاه پاسداران، مگر نمیاره؟ مگر امریکا در تمام مدت به سپاه پاسداران در سوریه، در عراق فشار نیاورده؟ حاصلش چی شده؟ نه خیلی خانم محمدی یک جمله من ببخشید. جناب قاسم نژاد بفرمایید کوتاه یک دو جمله. نه فقط خواستم بگم که ایالات متحده در این مدت در عراق و سوریه حامی سپاه بوده، به عنوان نیروی هوایی سپاه عمل کرده. اگر حمایت ایالات متحده نبود این پیشرفت های سپاه در سوریه و عراق ممکن نبود. خانم محمدی، فارغ از نکته‌ای که آقای قاسم نژاد اشاره کردن، ولی من درست متوجه شدم که شما اشاره کردید که قدرت سپاه رو به کاهش هست، یعنی کمتر روند این خواهد بود. روند این خواهد بود برای اینکه سپاه با مقاومت ذهنی و مادی مواجه شده. بسیار. مقاومت مادی از جانب رقبای اقتصادی خودش، نیروهای اقتصادی هستن. مقاومت ذهنی هم شکستن اون اسطوره سپاه و شکایاتیه که در بدنه جامعه شما بهتر از من ازش آگاهی دارید و منعکس. متشکرم. آقای مهدوی آزاد، قدرت سپاه روند این هست که رو به کاهش است، ریا وقت رو به کاهش خواهد بود، نظر خانم محمدی است. ببینید، تحلیل استراتژیک جان بولتون چند وقت پیش گفت معتقده که تا موقعی که سپاه پاسداران دچار اختلافات حاد نشده، جمهوری اسلامی هر اتفاقی هم که بیفته پابرجا خواهد بود. این تحلیل استراتژیک فقط نئوکانزرواتیف ها و تندروهای نزدیک به آقای ترامپ نیست، واقعا این است که تحلیل استراتژیک آمریکاست. من قبلا هم گفتم معتقدم حتی اگر خانم کلینتون هم می آمد، این سیاست جدید یعنی هدف گرفتن سپاه به عنوان ابزار اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی در دستور کار آمریکا قرار می گرفت. برای این دورنما مشخص، جمهوری اسلامی با نمایندگی سپاه پاسداران و جهان غرب با هم درگیر خواهند شد. اما من فکر میکنم در مورد موفقیت‌های سپاه اغراق داره میشه. درسته که در 5 تا پایتخت بله تصمیم میگیره. سوال اصلی این هستش که با چه هزینه ای چنین در واقع موفقیت رو به دست آورده، و دوم که این هزینه بسیار سرسام‌آور بوده، در واقع دستاوردها مطلقاً با هزینه‌ای که داده همخوان نیست، و دوم که چقدر در واقع این امپراتوری که ساخته شده مبتنی بر تحکم هست، یا چقدر مبتنی بر ببینید در انتخابات سال 76 شهرک شهید محلاتی که مال سپاه پاسداران بیش از 90% به محمد خاتمی رای دادن، در همین سال 92 دوباره آرای شهرک‌های سپاه پاسداران نزدیک به جناح منتقد بود. این نظم به ظاهر بسیار قدرتمند، امپراتوری به ظاهر بسیار قدرتمندی که ما داریم می‌بینیم، مثل بسیاری از امپراتوری‌های تاریخ ممکنه بسیار ساده تر از اون که تصور میکنیم در یک شب فرو بپاشه. آقای خلجی، این صحبت زیاد میشه که در دوم خرداد
رأی غالب سپاهی هم بای خاتمی بود یا 92 رو جناب مهدوی آزاد اشاره کردن، چقدر این رو میشه واقعا اون نتیجه گیری که شما در مورد کلیت سپاه کردید به بدنه سپاه تعمیم داد با توجه به دو موردی که گفته شد؟ قبل این اجازه بدین که در مورد صحبت آقای مهدوی این نکته رو بگم که تمام نظام‌های توتالیتر، تمام نظام‌های یک سالار اقتدارگرا و مستبد بر سر کار هستند و تا زمانی که یک شب فرو می‌ریزند. یعنی تمام این حکومت‌ها به رغم اون خشونتی که دارن بسیار شکننده‌ام هستند، در پس این صلابت ظاهری یک سستی باطنی هم دارند و این در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه و جمهوری اسلامی هم ممکن هست که در یک روز غیر قابل پیشبینی به سادگی و در برابر چشمان بهت‌زده ایرانی ها فرو بریزه. اما در مورد بدنه سپاه ببینید، دوم خرداد بعد شما در سیاق تاریخیش ببینید بخش زیادی از کسانی که از آقای خاتمی حمایت کردند و اسمشون اصلاح طلب هست یا بود، کسانی هستند که از جناح چپ جمهوری اسلامی میان. این جناح چپ در حقیقت کسانی بودند که در آمریکا ستیزی و در سیاستهایی که الان جمهوری اسلامی داره از اصولگراها بسیار تندروتر بودند و شاید الان هم باشن بعضیاشون. بنابراین فکر نکنید که هر کس که با آقای خاتمی رأی داد یک آدم لیبرال در حقیقت دموکرات خیلی سکولار و این حرف هاست. نه، اینطوری نیست. بدنه سپاه هم طبیعتاً جناح‌های مختلف درش بودن و جناح چپ هم درش همچنان در اون زمان قوی بود. الان آقای خامنه ای با پیرایش و پالایشی که در سپاه به صورت تدریجی انجام داده، هم در سطوح بالا و هم در بدنه، کم کم یک دستر کرده سپاه پاسداران رو. فراموش نکنید که کسانی که اطراف آقای خاتمی بودند هم امنیتی بودن. آقای سعید حجاریان یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات بود، آقای علی ربیعی از مهمترین به اصطلاح مقامات وزارت اطلاعات به شمار میرفت. اینطور نبود که کسی که دور و بر آقای خاتمی باشه یا کسی که طرفدار آقای خاتمی باشه لزوما یک آدمی باشه که از نظر ما مثلا دموکرات باشه. بنابراین من فکر میکنم این خیلی شاخص خوبی نیست که در شهرک محلاتی 70% به آقای خاتمی رأی دادن. الان سپاه پاسداران منافع اقتصادی و هویت سپاه به اصطلاح سیاست‌های رادیکال جمهوری اسلامی و به حیات و بقای جمهوری اسلامی پیوند خورده و به همین دلیل هم هست که از درون سپاه نه اصلاحاتی بیرون خواهد آمد، نه هیچ اتفاق خوبی خواهد افتاد. سپاه جمهوری اسلامی رو به سمت پرتگاه میبره و انجام هر گونه اصلاحات سیاسی رو چه از پایین چه از بالا ناممکن میکنه. آقای قاسمی جان، شما اشاره کردید به اینکه مردم زورشون به سپاه نخواهد رسید یا در داخل کسی زورش به سپاه نمیرسه و در واقع باید یه قدرت خارجی از بیرون هست که با فشار، با تحریم و نکاتی که گفتید بتونه این رو مهار بکنه. خانم محمدی معتقد بودن که اتفاقا معکوس این دست سپاه رو در داخل بازتر میکنه. ببینید، اگر که در واقع این خیلی از این دولت‌های توتالیتر در واقع سقوطشون ناشی از در واقع این هستش که در خارج کشور درگیر میشن و اونجا بسیار بخش زیادی از منابعشون خواهد رفت، بخش زیادی از مشروعیتشون خواهد رفت. ما این رو در شوروی به عنوان مثال دیدیم، در امپراتوری در واقع کمونیستی. ببینید، سپاه الان بخش زیادی از منابع کشور رو صرف میکنه در کشورهای همسایه. من مثال بزنم، اگر که در واقع فشار بیاد روی سپاه پاسداران در این کشورها، در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، سپاه جمهوری اسلامی چاره دو راه حل داره. یکی اینکه در واقع شکست رو در اونجا بپذیره، برگرده. دوم این هستش که منابع بیشتری رو اونجا صرف بکنه. صرف اون منابع در خارج به معنای نارضایتی در داخل هستش. بحث تحریم ها، اگر در واقع ما بتونیم فشار بیاریم بر روی امپراتوری اقتصادی سپاه و آقای خامنه ای و اینها مجبور بشن که در واقع این کوچکتر بشه، پولی که به این امپراتوری میره کوچکتر بشه، اینها در واقع وفاداری رو، در واقع بخش زیادی از این وفاداری که اینها میخرن با پول هستش، این وفاداری رو نخواهند تونست بخرن. ما هم در 2009 هم در این تظاهرات گزارش داشتیم که در واقع و هم در سوریه که اینها در واقع لات ها رو برمیدارن میبنن. خب این لات ها که به دلیل اعتقاد به اسلام انقلابی که نمیدن، اینجا داره هزینه میشه.
این رو در واقع اگر که بشه این رو از دست اینها گرفت، به گمان من دستگاه سرکوب رو میشه تضعیف کرد، مشروعیت سپاه رو میشه تضعیف کرد، اون هیمنه سپاه رو میشه شکست و مردم در واقع این امکان رو پیدا خواهند کرد که جلوی این غولی که در ایران سر برآورده بایستند. خانم محمدی، مسئله همینه که حکومت‌های دیکتاتوری که الا ماشاءالله زیادن تو خاورمیانه، وقتی که توسط نیروی خارجی و به کمک نیروی خارجی دخالتمون سرنگون شدن، اون چه که جایگزین نشد دموکراسی بود. اون چه که در سوریه داره میگذره ادامه فاجعه است، در لیبی، در عراق، در افغانستان. اون چه که داریم میبینیم حاکی از اینه که دخالت خارجی نمیتونه جامعه رو، جامعه دموکراتیک بسازه، نمیتونه بیاد در جامعه ای که متعلق به اون نیست اسباب و ابزار و پی یک جامعه دموکراتیک رو بنا. در مورد شورای مثلا اصلا نمی نکردم خانم که شما در واقع میرید دموکراسی. ببخشید جناب قاسمی نژاد، عذر میخوام چون وقتمون محدود است، معذرت میخوام. ببینید، من این رو از زاویه حالا ایرانیت و اون شوونیزمی که هممون باید در مقابلش موضع داشته باشیم نمیگیم، ولی تاریخی داره که با دخالت خارجی بالا و پایین شده، نوشته شده. دخالت خارجی در ایران و تمام ایرانیانی که خارجی رو دعوت میکنن، اینها در ضمیر مردم ایران جایگاه به اصطلاح خوبی در مبارزه سیاسی ندارن. این که تا ابد تا آخر دنیا کودتای 28 مرداد مطرحه، دکتر مصدق مطرحه، اینها چیزاییه که نشون میده افکار عمومی جامعه ایران، فرهنگ سیاسی جامعه ایران به کدوم طرف میره. اینکه چی لات ها که چند تا لات پایه قدرت به اصطلاح یه حکومتی باشن، یه مقداری جدی نیست این حرف. این حکومت بدنه بسیار وسیع ایدئولوژیک داشته، اون بدنه تضعیف شده و اصلاح طلب هم به اصطلاح در دورانی رسالت اصلی خودش رو ایفا کرده. اون رسالت در اصلش ایجاد گفتمان بوده. اون گفتمان که امروز در موردش صحبت میشه، بالا و پایین میشه، نقد میشه، اصل کاره. یعنی این که در ایران مسئله نقد قدرت توسط مردم راه میبره سرانجام به اون چیزی که باید. شرمسارم خانم محمدی، چون وقت ما تمام شده، بسیار بسیار متشکرم از ملیحه محمدی، مهدی مهتوی آزاد، سعید قاسمی نژاد و همینطور مهدی خلجی. سپاس از هر چهار مهمان برنامه‌مون و متشکرم از شما که تا انتها ما رو همراهی کردید. این آخرین برنامه صفحه دو با میزبانی من بود. برنامه هفته آینده را همکار و دوست عزیزم فرناز قاضی‌زاده اجرا خواهد کرد. ممنونم که در سال‌های گذشته با این برنامه همراه بودید و ممنون تر که همچنان با صفحه دو همراه خواهید ماند. برنامه ما برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه را همینطور روی کانال یوتیوب ما مجدداً میتونید ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما @bbcpage2 و آدرس فیسبوک ما facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی صفحه 2 روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.